تیتر اول امشب، پوتین و اردوغان در بیت رهبری. هشدار خامنه‌ای به رئیس جمهور ترکیه: حمله به شمال سوریه به نفع تروریست هاست. همزمان با دومین سفر خارجی پوتین بعد از حمله به اوکراین، میپرسیم چرا شیفتگی خامنه‌ای به پوتین روز به روز بیشتر شده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تعرض جنسی یک معلم به 18 دختر بچه 8 تا 11 ساله در مدرسه‌ای در خراسان جنوبی. واکنش‌ها به مهمانی کیلومتری عید قدیر در تهران، از ترافیک شدید و کلافگی شهروندان تا انتقادها به هزینه میلیاردی برگزاری این مراسم. امشب می‌پرسیم کدام بخش سپاه پشت برگزاری این مراسم بود و چقدر هزینه شد. و ادامه بحران سیاسی در عراق، انتشار پنجمین بخش فایل صوتی نوری المالکی و درخواست او برای همراهی گروه‌های سیاسی با سپاه پاسداران. مقتدی صدر از مالکی خواسته خودش رو به دادگاه تحویل بده. به تیتر اول خوش آمدید. وقت شما بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در اجلاس سه جانبه روند آستانه به تهران سفر کردند. اردوغان با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد و پوتین رئیس جمهور روسیه هم امروز و بلافاصله پس از ورود به فرودگاه تهران عازم نهاد ریاست جمهوری شد و با ابراهیم رئیسی دیدار کرد. پوتین همین دقایقی پیش به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفت. در اجلاس سه جانبه تهران، سوریه محور اصلی مذاکرات. علی خامنه ای در دیدار با اردوغان درباره عواقب حمله نظامی به سوریه هشدار داد و گفت امنیت سوریه رو امنیت خودتون بدونید. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. اما ابتدا همکارانم علی کاظمی از مسکو و سمیرا قرایی از واشنگتن، ابتدا بریم به مسکو. علی، از تو بشنویم که سفر پوتین چه واکنش هایی داشته. میدونم که از حتی از لحظه‌ای که رسیده به فرودگاه واکنش داشته تا همین الان. بله، همونطور که خودت هم گفتی، حاشیه داشته سفر از زمان ورود پوتین و انتظار 20 دقیقه پوتین داخل هواپیما و تنظیم نبودن پروتکل هایی که در خبرگزاری های روسی آمده و انتظاری که پوتین داشته و همچنان تغییر مکانی تا بعد از 20 دقیقه تانستن تنظیم بکنن و وارد فرودگاه بشه ولادیمیر پوتین. بعد از اینکه وارد فرودگاه شد، با حاشیهش به ریاست جمهوری رفت، با ابراهیم رئیسی دیدار کرد. در ملاقاتش با ابراهیم رئیسی روی توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور صحبت کرد و همچنان همکاری‌های در مورد مسائل امنیتی در آینده ولادیمیر پوتین گفته و به خاطر حل مناقشه سوریه هم گفته که ایران و روسیه نقش پررنگی داشتن. بعد از ملاقاتش با ابراهیم رئیسی، همونطور که خودت هم گفتی، دقایق قبل به بیت رهبری رفته و با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ملاقاتش آغاز شده و گفته میشه روی مسائل مختلف و گوناگون، از جمله بحران اوکراین، بحران مواد غذایی و روابط مسکو و تهران با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. یک نکته دیگری که باید بگم، مسائلی است که از امروز روبل و ریال در اوراق بهادور تهران به جای دلار و یورو آمده و همچنان قرارداد بزرگی که گازپروم با شرکت نفت ایران بسته که روی ای باد فعالیت‌هایشان بیش از 10 میلیارد هم شده. بله علی، همونجوری که گفتی دیدار در حال برگزاری، به محض اینکه جزئیاتی ازش منتشر بشه ما با بینندگانمون به اشتراک خواهیم گذاشت. اما سمیرا، این دیدار بعد از سفر جو بایدن کمتر از یک هفته، سفری که دستاوردهاش زیر سوال به گفته برخی از ناظران تو آمریکا، چطور بهش واکنش نشون دادن؟ نیوشا، همین نکته که این دیدار بلافاصله بعد از سفر بایدن به منطقه داره انجام میشه، چیزی است که در اغلب رسانه‌های آمریکایی بهش اشاره کردن و اینها رو در واقع این سفر رو تحت شعاع اون سفر قرار دادن. رسانه‌های آمریکایی همگی به این مسئله پرداختن. بیشتر توجهات معطوف به بحث سوریه هست، بحثی که به خاطر اون این سه رهبر در تهران گرد هم جمع شدند. واشنگتن پست اما سوریه رو چندان برجسته نکرده، بیشتر پرداخته به جنگ
روسیه در اوکراین و از میانجیگری ترکیه گفته و بحث قله که ممکن امنیت غذایی در جهان رو تهدید بکنه که تهدید هم کرده. اما بلومبرگ بیشتر برجسته کرده بحث مراودات نظامی ایران با روسیه رو و بحثی که چندی پیش کاخ سفید مطرح کرد در این رابطه که ایران تصمیم داره که پهپاد به روسیه بده، پهپادهایی که میتونند مجهز بشن به تسلیحات نظامی و آموزش‌های رو داده، این رو زیر ذره بین برده بلومبرگ. اما فارین پالیسی هم به این مسئله پرداخته و او تمرکزش بیشتر هست بر روی مسئله سوریه و در اون مقاله چندین نقل قول هم از مقام‌های آگاه پنتاگون اومده در رابطه با سوریه و اینکه قصد اردوغان برای حمله به منبرج و تل رفعت که ماه گذشته میلادی خبرش رو اعلام کردیم، اون برای آمریکا به شدت نگران کننده است و آمریکا داره نگاه میکنه، رصد میکنه به دقت نتیجه این نشست رو در رابطه با سوریه و ببینه که آیا روسیه و ایران میتونن تأثیر بگذارن بر ترکیه در رابطه با سوریه یا نه. روز گذشته هم در جلسه خبری، در کنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمریکا صحبت شد در رابطه با این نشست و نت پرایس اعلام کرد که هر چه که میان این سه کشور میگذره برای آمریکا نگرانی نداره، به عهده این سه کشور میگذاره که چه میخوان تصمیم بگیرن در رابطه با سوریه. اما مسئله پهپادها و مسئله توان نیروهای نظامی هوایی ایران و مراودات هوایی نظامی که ایران با روسیه داره رو اعلام کرد که آمریکا به شدت نگرانشه و به دقت و با جزئیات داره رصد میکنه که بین ایران و روسیه چه داره میگذره. سمیر قرهی همکارم از واشنگتن و دیگر همکارم علی کاظمی از مسکو، از هر دوی شما ممنونم. دیدار امروز پوتین با خامنه‌ای پنجمین دیدار رئیس جمهور روسیه با رهبر جمهوری اسلامیه و این سفر دومین سفر خارجی پوتین بعد از حمله به اوکراین. همراه میشیم با محمد جواد اکبر، این روزنامه نگار از پاریس. آقای اکبر، این چیزی که میشه مشاهده کرد اینه که در طول سالها روابط شخصی و مستقیم پوتین و رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر شده و شیفتگی آیت الله خامنه‌ای به آقای پوتین بالاتر رفته. دلیلش چیه و الان سطح روابط شخصی این دو نفر چطوره؟ وقت شما بخیر. پاسختون رو با اشاره به سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی من شروع کنم. چرا این سرمقاله مهمه؟ به خاطر اینکه روزنامه جمهوری اسلامی مدیر مسئولش آقای خامنه‌ای بوده. بعد از اینکه رفت، مدیر مسئول بعدی رو خود آقای خامنه‌ای تعیین کرد. یعنی آقای مسیح مهاجری که سرمقاله امروز رو نوشته. آقای مهاجری امروز نوشته که رفتار روسیه با ایران و مشخصاً سفیر روسیه اشاره میکنه به یک مصاحبه ای از او، میگه شبیه رفتاری است که روسها با شاهان قاجار و دربار قاجاری داشتن که به بهانه بدهی و بدهکاری به روسیه و انگلیس رفتارشون در مقابل اونها شکل دیگری بود و دوباره داره این تکرار میشه. چیزی که آقای مهاجری تو این سرمقاله نگفته و نمیتونسته بگه اینه که خب چه اتفاقی میفته که روسیه فکر میکنه که الان میتونه مثل دربار قاجار با ایران رفتار کنه، چون آقای خامنه‌ای شده شبیه ضعیفترین شاهان قاجار در دوران ضعفشون و انفعالشون نسبت به روس اون زمان. خب مسئله چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که به موازات این که ما داریم درباره دموکراسی و حقوق بشر جهانی فکر میکنیم، تلاش میکنیم، پیگیری میکنیم، یک نظام دیکتاتوری جهانی هم در این سالها شکل گرفته و در رأس اونها روسیه و چین هست. نظام‌های استبدادی در جهان، به ویژه نظام‌های کوچکتر، اونها برای بقای خودشون تصور میکنن که باید آویزان بشن به رأس این سیستم دیکتاتوری جهانی تا بمانند. آقای خامنه‌ای تصور میکنه با توجه به اینکه ایران یکی از بدترین دوران‌های تاریخی خودش رو در اقتصاد و اجتماعش میگذرونه، اگر آویزان بشه به پوتین طبیعتاً میتونه نجات پیدا بکنه. این تحلیل البته فقط تحلیل کسانی که در داخل ایران و در داخل جامعه ایران به حکومت و رابطه آقای خامنه‌ای و پوتین نگاه میکنن نیست. تحلیلی بسیار بزرگتر از این در سطح جهان در جریانه. من در پایان عرایزم توصیه میکنم که دوستان مقاله اسلاوی جیجک رو بخونن، در فرانسه ترجمه شده به فارسی به دست خانم سودابه قیصری، عنوانش از خیانت چپ.
یا در میان چپهای داخل ایران مقاله آقای کشتگر رو در مجله میهن شماره 45 بخونن. مجموعه اینا رو که شما میخونید میبینید که چرا آقای خامنه ای احساس میکنه برای بقای خودش روز به روز باید آویزانتر، منفعلتر، ضعیفتر و طبیعتاً خارتر بشه در مقابل نظام روسیه. چیزی که قابل مشاهده است اینه که حامیان آقای خامنه ای هم خیلی مانور تبلیغاتی میدن روی روابط نزدیک این دو و براشون یک دستاورد بزرگ تلقی میشه. اگر کوتاه پاسخ بدین که این مانور تبلیغاتی رو شما در چه میبینید؟ به نظر میرسه که اونها متوجه ضعف ایران در داخل و خارج خودشون هستند. یعنی اگر یک چهره قدرتمندی رو تصویر نکنند که ما به اون متکی هستیم که باید فنای این حکومت رو بپذیرند، به نظر میرسه که حکومت برای پیروانش از پوتین تصویری بسیار بزرگتر از اونچه که هست درست میکنه و طبیعتاً نتیجه میگیره که حالا که این تصویر بزرگ رو میبینید و ما به او آویزان هستیم و او از ما پشتیبانی میکنه، پس نگران فنای ما نباشید. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار از پاریس، ممنونم از شما. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در این دیدار علی خامنه‌ای در مورد عواقب حمله نظامی به شمال سوریه به او هشدار داد و همزمان وعده داد که تهران در مبارزه با تروریسم مطمئناً با ترکیه همکاری خواهد کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم گفت درباره همکاری امنیتی میان ایران و ترکیه به خصوص در تامین امنیت مرزها با اردوغان گفته و کرد. همکاری دو کشور در مسائل امنیتی بسیار اهمیت داره و امنیت مرزهای دو کشور از نکاتی که مورد تأکید قرار گرفت. همکاری هایی است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور میتونن در جهت امنیت دو کشور به ویژه امنیت مرزها داشته باشند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با من همراه شده. مرتضی، این نشست خب برای ایران مهم تلقی میشد، چه دستاورد و برآیندی داشته؟ اجازه بده شروع کنیم از جایی که سفر بایدن به پایان رسید. یعنی تقریبا دو روز سه روز بعد از بازگشت بایدن به آمریکا، بعد از رفتنش به اسرائیل و سفر به عربستان سعودی، حالا داره این نشست برگزار میشه با حضور پوتین در ایران و اردوغان. به نوعی میتونه یه مانور تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی باشه که یک، خب از چه قدرت منطقی برخورداره، از چه امکان ارتباطی با قدرت منطقی روسیه و همینطور چه مناسباتی با ترکیه برخوردار، که ترکیه که عضو ناتو هستش و خودش یه بازیگری باز در مناسبات با اروپا محسوب میشه. اما جدای از این که این مانور تبلیغاتی رو میتونه هم در داخل کشور داشته باشه، هم پیغامی به طرفای غربی به ویژه ایالات متحده که جمهوری اسلامی چه مناسباتی با روسیه داره، و البته این چیزی بود که بایدن هم در صحبت خودش در اون نشست نه کشور عربی گفت که آمریکا منطقه رو به روسیه، چین و جمهوری اسلامی واگذار نمی‌کنه. جدای از این، جالب بود این اتفاقاتی که امروز رخ داد، به ویژه دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اردوغان. کاملا این دیدارهای امروز، یعنی دیدار اردوغان با خامنه‌ای و اردوغان با رئیسی، نشون داد که چه وضعیتی ساختار قدرت در ایران داره. اون کسی که حرف استراتژیک و حرف راهبردی و ملاحظات اساسی رو مطرح می‌کنه آقای خامنه‌ای است. چرا؟ چون در دیدار با اردوغان دست کم به دو نکته مهم اشاره کرد. یک اینکه به اردوغان از یک موضعی تقریبا انتقادی و صریح و شفاف گفت که حمله نکنه به شمال سوریه و گفت که نه تنها به زیان ترکیه است بلکه به زیان سوریه، منطقه و همینطور حتی به نفع تروریست ها محسوب میشه، یک موضع به نوعی راهبردی. هم در رابطه با کریدور ایران و ارمنستان تاکید کرد که این نباید بسته شه، علارغمی که پذیروف در واقع استقبال کرد از احاطه آذربایجان بر قفقاز، عملا بر منطقه قره‌باغ، عملا پیغام داره میده که همه کاره ایران شخص اول نظام آقای خامنه ای است و رئیسی یک بازوی اجرایی است برای در واقع عقد برخی قراردادها، بدون اینکه حتی بتونه ملاحظات راهبردی جمهوری اسلامی. اما میشه گفتش که از وقتی که رئیسی رئیس جمهور شده، روابط ایران روسیه مشخصا روابط با پوتین خیلی مستقیم‌تر و نزدیک‌تر شده، درسته؟ این چیزی که بله، پوتین هم اشاره کرد،
جالبه در دیدارش با رئیسی برش مهر تایید زد امروز پوتین و تاکید کرد که طرفین امکان گسترش این مناسبات رو دارن. عملا پوتین هم دریافته که چه نگاه به شرقی خامنه ای داره. بهتر رئیسی رو نگیم چون عملا رئیسی بازوی اجرایی آقای خامنه ای محسوب میشه. پذیرفته آقای خامنه ای که در چه مناسباتی با چین و روسیه بازی کنه. این پیغام رو پوتین هم دریافته، به ویژه که خب این مناسبات وجه امنیتی نظامی داره و وقتی که پوتین در اوج جنگ اوکراین برای اولین سفر خارج از جمهوری شوروی سابق به ایران سفر میکنه، نشون میده که تا چه اندازه یک رابطه از بالا با جمهوری اسلامی برقرار کرده و داره برخورد ابزاری میکنه. و پایان بدم به اینکه متاسفانه دود این مناسبات جمهوری اسلامی، پیوند خوردنش با چین و روسیه به ویژه و غرب گریزیش یا غرب ستیزیش داره به چشم مردم ایران میره و این اقتصاد بحرانی و طبیعتاً عوارضش برای لایه‌های اجتماعی مردم ایران. همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو، ممنونم هستم. اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با رجب طیب اردوغان با اقدام نظامی ترکیه در سوریه مخالفت کرد و گفته حمله نظامی به سوریه به ثبات منطقه آسیب می‌رسونه. یکی از اهداف ترکیه برای حمله احتمالیش به سوریه مقابله با گروه‌ها و نیروهای کرد در شمال و شمال شرق این کشور، جایی که کردها به اون روژاوا میگن. کردهای سوریه بر اساس آخرین آمارها حدود 10% جمعیت کشور رو تشکیل میدن. سال 2012 پس از خروج نیروهای اسد از استانهای کردنشین، کردها در این مناطق کانتونها رو به عنوان واحدهای جغرافیایی سیاسی معرفی کردن. سیستم سیاسی کردستان سوریه با عنوان خودمدیریتی دموکراتیک روژوا شناخته میشه. البته برای دربر گرفتن تنوعات اتنیکی منطقه به عنوان فدراسیون شمال سوریه هم شناخته میشه. در کردستان سوریه تلاش شده سیستم سیاسی بر پایه‌ی اصولی مثل دموکراسی مستقیم بنا بشه و همینطور برابری جنسیتی در نظر گرفته بشه. تصمیم گیری ها هم بر عهده انجمن‌های محلی که اعضاشون رو مردم انتخاب میکنن و ریاستشون رو هم مشترکاً یک زن و یک مرد باید بر عهده داشته باشن. در کردستان سوریه یا روژاوا زبان‌های کردی و عربی در همه کانتون‌ها رسمیت دارن. در برخی کانتون‌های محلی زبان‌های دیگه‌ای هم به رسمیت شناخته میشن. یعنی کردستان سوریه در مجموع 5 زبان رسمی داره. کردها در سوریه 2 تشکل نظامی دارن، یگانهای مدافع خلق یا یپگه و یگانهای مدافع زنان یا یپژه که بدنه اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک رو تشکیل میدن. این تشکیلات ائتلافی از نیروهای مختلف و داوطلبان بین‌المللیه. خیلی از مردم در نقاط مختلف دنیا کردهای سوریه رو به خاطر مبارزه‌شون با دولت اسلامی یا داعش می‌شناسن. مقاومت کردها در شهر کوبانی در برابر مهاجمان داعش به شهرت جهانی رسید. همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای جمهوری اسلامی خودش در سرکوب گروه‌های کرد خوب شناخته شده است و فعالیت‌هاش مشخصه، اما وقتی پای سوریه به میان میاد و حمله ترکیه به مناطق کردنشین، الان زاویه‌اش فرق می‌کنه. دلیلش چیه که تا این حد حمایت می‌کنه از سوریه به این شکل؟ خب ببینید، امروز دیداری که آقای اردوغان و آقای خامنه‌ای داشت، من به شخصه ندیده بودم که تا این به این صراحت و به حالت هشدارآمیز آقای خامنه‌ای مخالفت بکنه با عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه. البته در یک شکل از عملیات هایی که ترکیه در سوریه انجام داده، حدود 5 عملیات بوده، جمهوری اسلامی حمایت نکرده. یک اتفاق جدیدی نیستش، ولی با توجه به اینکه ترکیه با یک سری نگرانی امنیتی اومده بود به تهران، یعنی مشخصا در مورد اینکه بتونه یک عملیات نظامی رو در شمال سوریه انجام بده علیه نیروهای پیگیر و پکاکا، و دوم اینکه گزارش های وجود داره از جمله گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا که در ماه می منتشر شد و در اونجا گفته شد که جمهوری اسلامی، نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه اقلیم کردستان عراق در حومه نزدیکی سنجار با نیروهای پکاکا همکاری میکنن علیه ترکیه. به نظر من آقای اردوغان اومده بود که در واقع یک مقدار موزه حالت سازش جویانه‌ای را از طرف تهران شاید باشه، ولی آقای خامنه‌ای کاملا به نظر میرسه که آب پاکی رو دست ترکیه ریخت. و اونجایی که گفت آقای خامنه‌ای اقدام نظامی ترکیه، یعنی حمله نظامی ترکیه کمک میکنه به تروریست ها، به نظر من این خیلی صحبت سنگینی باید باشه برای ترکیه. ولی نکته که من اینجا دارم این هستش که درسته که به نظر میرسه که چراغ قرمز رو در واقع جمهوری اسلامی نشون داده به عملیات نظامی ترکیه، ولی این جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه. چراغ سبز رو باید ترکیه از آمریکا و روسیه بگیره، و اگر در واقع تصمیم بگیره ترکیه بخواد عملیات نظامی رو در شمال سوریه انجام بده، من فکر میکنم که احتمالاً به
کله رفعت ممکنه یک عملیات محدودی انجام بشه و اگر این اختلافات بین تهران و آنکارا باقی بمونه، به طور مثال در مورد مسئله سوریه، من فکر می‌کنم که ترکیه این سیگنال رو هم به یک جورهایی به تهران داده که ترکیه گزینه‌های دیگری رو داره، مثل اسرائیل، مثل عربستان و مثل امارات در منطقه. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه، ممنونم از شما. در بلژیک جلسه بحث و بررسی در مورد لایحه جنجالی استرداد مجرمین میان تهران و بروکسل که قرار بود صبح امروز در صحن علنی مجلس این کشور برگزار بشه، یک بار دیگه به تأخیر افتاد و به امروز عصر موکول شد. جلسه رأی‌گیری تصویب این توافقنامه قراره که فردا چهارشنبه برگزار بشه و همزمان معترضان این لایحه در مقابل پارلمان بلژیک تجمع کردند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بروکسل با ما همراه شد. نیلوفر، فکرش هم نمی‌کردن که اینقدر به دردسر بیفتن برای تصویب این لایحه، حالا مدام هم به تعویق میافته. بله دقیقا، انتظار نمی رفت که اینقدر طول بکشه و دولت بلژیک امیدوار بود که خیلی سریع بتونه اون رو به تصویب برسونه. به همین دلیل حتی این قانون یا لایحه استرداد مجرمین بین ایران و بلژیک رو در قالب یک قانون بزرگتر با چند کشور دیگه هم تحویل مجلس داده بود. خواستار این بود که به فوریت، به دلیل اینکه حالا اون قوانین به قول دولت فوریت داره، تصویبشون در قالب به اونها تصویب بکنه و در واقع یک بسته ای رو جلوی پای نمایندگان گذاشته که مجبورن یا همه رو تصویب بکنن یا رد بکنن، یعنی نمیتونن بگن که این بخش رو بندازیم عقبتر، دیرتر، تبصره های دیگه ای بهش اضافه بکنیم. ولی با این حال الان حدود 3 ساعته که جلسه شروع شده و همچنان در حال بحث و گفتگو هستن نمایندگان و هنوز نوبت به وزیر دادگستری و وزیر خارجه که به نمایندگی از نخست وزیر در جلسه شرکت کرده برای پاسخ دادن به حالات نمایندگان نشده و به نظر میرسه که جلسه بسیار طولانی خواهد شد. مشخص نیست که آیا ادامه پیدا میکنه فردا هم یا همین امروز به پایان میرسه. بحث ها بیشتر پیرامون همون صحبت هایی که مثلا در جلسه کمیسیون خارجی هم مطرح شده بود، این که مثلا یکی از نمایندگان مخالف این طرح اشاره میکنه به اینکه این قانونیه که مسئولیت ایجاد میکنه از مجازات در آینده و اینکه یک مبنایی میشه برای گروگانگیری بیشتر. و یا نماینده که از حزب سبز ها که هرچند که دفعه قبل در کمیسیون سیاست خارجی رأی داده به این قانون و همینطور الان میگه که حزبش احتمالاً رأی خواهد داد فردا، به این اشاره میکنه که در پایان روز همه در نهایت قربانی شانتاژ جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال مثلا میگه که دولت بلژیک باید یک تضمین‌هایی به نمایندگان بده برای اینکه مطمئن باشن اگر کسی قرار برگرده مشخص باشه با چه شرایطی داره برمیگرده به ایران. ولی نگرانی‌های دیگه هم وجود داره، مثلا وضعیت احمد رضا جلالی و وضعیت اولیویه ونکاست، شهروند بلژیکی که در زندان‌های ایران هستن، بارها اسمشون به میان اومد و در موردشون صحبت شد که مطمئن نیستن اگر سعدی رو آزاد بکنن آیا این افراد هم آزاد میشن یا نه. ممنونم از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بروکسل با ما. تیتر اول سه‌شنبه 28 تیر ماه رو تماشا می‌کنید. نگاهی داشته باشیم به مهم‌ترین عنوان‌های خبری امروز و اون چه در ادامه می‌بینید. پوتین و اردوغان در بیت رهبری، هشدار خامنه‌ای به رئیس جمهور ترکیه: حمله به شمار سوریه به نفع تروریست‌هاست. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تعرض جنسی یک معلم به 18 دختر بچه 8 تا 11 ساله در مدرسه‌ای در خراسان جنوبی. واکنش‌ها به مهمانی کیلومتری عید قدیر در تهران: از ترافیک شدید و کلافگی شهروندان تا انتقادها به هزینه میلیاردی برگزاری این مراسم، امشب می‌بینیم کدام بخش سپاه پشت برگزاری این مراسمه و چقدر هزینه شده. اما در ادامه تیتر اول امروز می‌پردازیم به اولین جلسه دادگاه شکایت توییتر از ایلان ماسک، مالک شرکت خودروسازی تسلا، که به دلیل امتناع از خرید این شرکت امروز به صورت تلفنی برگزار می‌شود. همچنین ادامه بحران سیاسی در عراق، انتشار پنجمین بخش فایل صوتی نوری المالکی و درخواست او برای همراهی گروه های سیاسی با سپاه پاسداران. مقتدی صدر از مالکی خواست خودش رو به دادگاه تحویل بده. تیتر اول رو تماشا میکنید.
طبق سند و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، یک معلم مدرسه 55 ساله در شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به 18 دختر بچه دبستانی 8 تا 11 سال تعرض جنسی کرده. این معلم به بهانه برگزاری کلاس‌های خصوصی در پارکینگ خونش برای دانش آموزان دختر اقدام به تعرض جنسی کرده. این معلم که پیشتر هم سابقه تجاوز به کودکان را داشته، در حال حاضر با شکایت خانواده‌ها در زندان و به 5 سال حبس محکوم شده، اگرچه در این حکم به تجاوز و تعرض جنسی به شکل مستقیم اشاره نشده. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار از ترکیه، با ما همراه میشه. خانم کیمیایی، جزئیات ناراحت کننده و تکان دهنده ای داره که تایید میکنه این معلم چطور 18 دختر بچه رو در حقیقت مورد تجاوز و آزار جنسی قرار داده؟ درسته. طبق صحبتی که با پدر یکی از دختر بچه ها داشتم، گفتش که یکی از بچه هایی که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته موضوع رو با مدیر مدرسه در میون میذاره. اینجوری هم بوده که گفته که به مدیر من میخوام خودکشی کنم. وقتی دلیلش رو ازش پرسیده، گفته که همچه اتفاقی براش افتاده. و خب وقتی مدیر از بچه های دیگه پرسجو میکنه، میبینه که خب نزدیک 18 نفر از بچه ها یه همچین مسئله رو تایید میکنن. و در نهایت اینجوری میشه که مدیر به رئیس آموزش پرورش میگه، رئیس آموزش پرورش فردوس میگه که سکوت بکنیم تا خانواده ها رو راضی بکنیم که قضیه رسانه ای نشه. در نهایت اینجوری میشه که متهم رو به زندان میاندازند و بعد از یک هفته آزاد میشه با وثیقه 500 میلیونی. مردم شهر فردوس اعتراض میکنن و دوباره به زندان منتقل میشه و حتی توی زندان هم مثل اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده. اما پدر این دختر بچه میگفتش که من از وقتی که دختر من این اتفاق براش افتاد، حالت روحی خیلی بدی تو خونه داشته و ما فکر میکردیم که به خاطر حالا مسئله که تو مدرسه براش پیش اومده اینجوری شده. در نهایت طرف بازداشت میشه، ولی خب 5 سال حبس بهش دادن و نزدیک فکر میکنم 3 میلیون تومان هم جزای نقدی، که خب فکر میکنم که خانواده ها همچنان نگرانی این رو دارن که متجاوز دوباره از زندان آزاد بشه و بخواد به بچه هاشون آسیب برسونه. و متجاوز یعنی این شخصی که به آزار متهم شده سابقه هم داشته، درسته؟ با این وجود بله. اگه کوتاه یه مثل اینکه نمیدونم، ولی فکر میکنم یک مورد بوده که هم آموزش پرورش خبر داشته و هم اماکن خبر داشته، اما بدون اینکه این آقا رو مجازات بکنن یا اینکه حتی از کار برکنارش بکنن، دوباره اجازه بهش میدن که کار بکنه و خب دختر بچه های دیگری درگیر این ماجرا میشن و خب یه همچین اتفاقاتی هم افتاده. سپاسگزارم از شما هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار از ترکیه با ما. دیشب مراسمی به عنوان مهمونی 10 کیلومتری جشن قدیر در خیابون ولیعصر تهران برپا شد. گفته شده این مهمونی به طول 10 کیلومتر از چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی برگزار شده. نهادی به اسم ستاد مردمی برگزاری جشن عید قدیر که همون هیئت‌های مساجد بودن، به عنوان برگزار کننده اون معرفی شده، ولی در واقع این جشن با پشتیبانی شهرداری تهران و سپاه پاسداران برگزار شده. سخنگوی این ستاد ساسان زاره، معاون قرارگاه بقیت الله سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول فعالیت‌های تبلیغاتی سپاه پاسداران و رئیس اون رو خامنه ای تعیین می‌کنه. بر اساس آماری که خود این ستاد داده، 2 میلیون غذا داده شده، 110 هزار اسباب بازی و 40 مجموعه شهربازی، 600 غرفه و 150 گروه سرود هم در این برنامه حضور داشتن. برآورد میشه این جشن میلیاردها تومان هزینه داشته. و چهره‌های مشهور صدا و سیما و نزدیک به حکومت از جمله عوامل برنامه‌های عصر جدید، خندوانه و خاله شادونه هم حضور داشتن و دستمزدهایی هم برای اونا در نظر گرفته شده. مسئولان میگن حدود 3 میلیون نفر در این مراسم که غذا و خوراکی مجانی میداده حضور داشتن، اون هم در شرایطی که موج هفتم کرونا در حال فراگیر شدنه. بسته شدن یک مسیر 10 کیلومتری در مرکز و شمال تهران باعث شد که خیلی از ساکنان این مناطق دچار مشکل بشن و خیلی ها هم ساعتها توی ترافیک بمونن، در شرایطی که ترافیک تهران در اون ساعت بدترین وضع رو داره. جشن رو انداختن، کل تهران رو قفل کردن، همه خیابونای تهران قفل شده. فکر کنم خیابون ولیعصر رو جشن رو بندازن فقط هم اونجا شده، کل تهران قفل شده. میلیاردها تومان
صرف هزینه برای جشن قدیر که در واقع نوعی تبلیغات سیاسی برای حکومت در شرایطی انجام میشه که شهرداری تهران برای اجرای برنامه‌های معمولش در زمینه بهبود وضع ترافیک، سامانه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری با مشکل کمبود بودجه مواجهه. همین چند روز پیش نایب رئیس شورای شهر تهران پرویز سروری گفت چاره‌ای جز خرید اتوبوس‌های دست دوم برای جایگزین کردن اتوبوس‌های فرسوده در اون شهری نداریم، در حالی که به جز مسئولان دولتی از جمله برگزار کنندگان چنین جشنی و طبقات پردرآمد اغلب مردم از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن. خیلی ها میگن با هزینه‌ای که صرف این جشن شد میشد ده ها دستگاه اتوبوس نو خرید. همراه میشیم با مسعود کاظمی، روزنامه نگار از ترکیه. آقای کاظمی، خیلی تاکید داشتن که بگن این رو یک ستاد مردمی داره برگزار میکنه، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم پشتش سپاه پاسدارانه و وسط شهر تهران در بزرگترین و مهمترین خیابون تهران که عملا شهر رو دچار مشکل میکنه تصمیم گرفته شد که برگزار بشه این مراسم. چرا؟ درود بر شما. یکی چرایی مراسم مهمه، یکم این بحث هزینه هایی که شما گفتید، اگه اجازه بدید بحث هزینه ها شروع بکنیم. خود برگزار کنندگان و اعضای شورای شهر تهران خیلی اصرار دارن که هیئات مذهبی و گروه های جهادی پیگیری بودن. ما حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که سپاه پاسداران هم دخالت در برگزاری مراسم نداشته، اما همون هیئات مذهبی هر ساله بودجه زیادی از شهرداری تهران و سازمان تبلیغات دریافت میکنند. به طور خاص هیئت‌های رزمندگان اسلام که یک شبکه عظیم در سراسر کشور، هر سال از شهرداری بودجه میگیرن. از دوره محمد باقر قالیباف این بودجه ها بیشتر شد، در دوره صدارت اصلاح طلبان در شورای شهر و شهرداری تهران همچنین ادامه پیدا کرد، و در دوره زاکانی هم که اصلا خودش برآمده از همون گروه هاست این هر روز بیشتر میشه. نمایشگاه هایی به عنوان اتریاس از سالها پیش برگزار میکنن که هم تجهیزات به این هیئات مذهبی میدن و هم بودجه های زیادی. اما چراییش نکته اینه که حکومت هر جا که احساس بکنه مشکلات بزرگتر، مردم ناراضی ترن، هم دنبال بهانه‌ای برای قدرت نمایی و حضور خیابانی میگرده و هم اینکه مردم رو مرعوب این بکنه که ما طرفداران بسیار زیادی داریم. همین پروپاگاندای 3 میلیون نفر که خب خیلی عدد عجیب و غیر قابل باوریه، در اتفاقات گذشته هم تکرار شده. راهپیمایی های 22 بهمن که هر سال خلوت‌تر از سال پیش میشه، اما یک پروپاگاندای عظیمی انجام میشه. رهبر جمهوری اسلامی میاد میگه 70% مردم در اونها شرکت کردن و این خیلی عجیبه. و اختراع این راهپیمایی ها، یعنی در مراسم های مذهبی شما اول میبینید چند سال پیش پیاده روی اربعین اختراع شد، بعد در داخل ایران این پیاده روی ها به شهر ری مشهد سرایت پیدا کرد و حالا هم اعیاد رو داریم میبینیم که برای اولین باری همچین کارهایی رو توش میکنن. هیچ هدفی غیر از قدرت نمایی نیست و از اون طرف این پیغام رو به مردم میده که پول هست، اما برای مراسم های مذهبی، حکومتی و قدرت نمایی، نه مثلا برای افزایش شبکه متروی تهران. مسعود کاظمی، روزنامه نگار از ترکیه، ممنونم از شما. در ادامه بحران سیاسی عراق، امروز بخش پنجم فایل صوتی جنجالی نوری المالکی رهبر حزب الدعوه عراق منتشر شد. المالکی در بخشی از صحبتاش از نفوذ سپاه پاسداران در عراق میگه اینکه سپاه پاسداران اجازه هیچ گونه دخالتی به سازمان اطلاعات در امور عراق رو نمیده. دقایق پیش شورای عالی قضایی عراق از آغاز تحقیقات در مورد این فایل صوتی خبر داده. در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتیم با ماجد مجباس، استاد قانون در دانشگاه میسان. التسجيلات الصوتيه التي نسبت للسيد نوری مالکی تاکید کرده فایل های صوتی منسوب به او که به تازگی درس کردن واقعی نیستند و او این حرفا را نزده. با این حال چیزی که مشخص است این است که این فایل ها تاثیر مستقیم بر وضعیت عراق و روند تشکیل دولت خواهد داشت. از نظر فنی نمیتوانم صحت این فایل ها را تایید یا تکذیب کنم، ولی اینطور به نظر میرسد که کل این پرونده یک پرونده قضایی است و در نهایت این دادگاه است که باید در مورد صحت و سوق و محتویات این فایل تصمیم بگیرد. در مورد تاثیر این فایل ها باید بگویم که خود مقتدی صدر هم تاکید دارد که پرونده این فایل ها باید به دادگاه ارجاع شود. به نظر من این پرونده بیشتر از این که مثل سالهای 2007 و 2008 باعث درگیری و خونریزی در عراق شود، یک پروسه قضایی را به راه خواهد انداخت. من میخواهم امیدوار باشم که آگاهی رهبران سیاسی و احزاب آنقدر زیاد شده که از تبدیل این موضوع به یک تنش خونین در کشور جلوگیری کنند.
اگر در روند قضایی مشخص شود که انتصاب این فایل ها به نوری مالکی صحت دارد، آن وقت آقای مالکی باید به قوه قضاییه پاسخ دهد. شایع شده که نوری مالکی عراق را ترک کرده، ولی من شخصا نشنیدم که کسی از مقامات این خبر را تایید کند. از سوی دیگر موضع جریان صدر هم جالب توجه است. این جریان ابتدا گفت که اهمیتی به این فایل ها نمیدهد و برنامه‌اش برای برگزاری تجمع خیابانی گسترده که هفته قبل شاهدش بودیم تغییری نکرده. بعد از آن جریان صدر تأکید کرد که احتمالات مختلفی در مورد این فایل ها وجود دارد، از جمله اینکه نوری مالکی دادگاهی شود. مقتدی صدر شخصا از مردم خواست که وارد تنش‌های قومیتی و مذهبی نشوند تا فتنه و خونریزی اتفاق نیفتد. علی‌رغم این توصیه ها، قطعا این فایل ها بر شرایط سیاسی عراق تاثیر مستقیم میگذارد. جامعه عراق چند قطبی شده و در آستانه انفجار است و هر چیزی میتواند بر مردم تاثیر بگذارد. رکورد گرمای هوای لندن در طول تاریخ امروز شکسته شد و تا ساعت 5 عصر به حدود 42 هم رسید، 42 برسید و انتظار میره در برخی مناطق تا 41 درجه هم برسه. گرمای بی سابقه هوا با استقلال شدید در سیستم حمل و نقل و همینطور از کار افتادن فرودگاه لوتن در نزدیکی لندن به دلیل خراب شدن باند پرواز بشه. تا همین لحظه مرگ چند نفر بر اثر گرمای هوا یا غرق شدن در آب گزارش شده و آتش نشانی لندن با اعلام وضعیت بحرانی گفته که چندین منطقه در کلان شهر لندن و اطراف لندن در حال آتش سوزی. دولت به همه مردم توصیه کرده که از خونه کار کنن و از خارج شدن از خونه خودداری کنن. امشب هم پیش بینی شده که بعد از دیشب دومین شب گرم لندن در تاریخ باشه. دمای هوا در سایر نقاط انگلستان و ولز و اسکاتلند هم به شدت افزایش داشت. امروز بریتانیا برای اولین بار در تاریخ از 99% بقیه جهان گرمتر بوده. همچنان از بریتانیا در چهارمین انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار این کشور برای تعیین رهبر این حزب پس از بوریس جانسون سه نامزد به دور بعدی راه پیدا کردن. ریشی سوناک با 118 رای، پنی مورجانس با 92 رای و لیز تراس با 86 رای بیشترین اقبال رو در بین نمایندگان این حزب داشتن. کمی بادنوک هم از دور رقابت‌ها خارج شد. نگین شیراقایی روزنامه‌نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس از روم با ما همراه میشه. خانم شیراقایی، چقدر میشه گفت حالا با اینکه آقای سوناک بیشترین رأی رو داشته، حزب محافظه کار باز هم به او رأی خواهد داد و او رهبری حزب رو به عهده میگیره و طبعاً نخست وزیر خواهد شد؟ خیلی رقابت نزدیکه و اتفاقاً این دوره آخر نشون داد که ریشی سوناک کار خیلی سختی در پیش داره. هنوز یک رأی کم داره برای اینکه بتونه جای خودش رو محکم کنه برای رسیدن به دور نهایی که در اون دو نفر فقط شرکت میکنن. اینو مطمئنیم که بالاخره به اون دور میرسه. اما وقتی نگاه میکنیم که چه اتفاقی افتاد وقتی که کمی بادنوک حذف شد، تنها توی این پروسه‌ای که رأی گیری انجام شد، سه رأی به رأی آقای سوناک اضافه شد که این نشون میده که در داخل حزب اونقدری طرفدار براش وجود نداره. بیشتر رأی‌های دیگه بین دو کاندیدای دیگه تقسیم شده. دلیل هم داره، به خاطر اینکه سیاست‌هایی که آقای سوناک در دوران کرونا پیش گرفت خب خیلی با سیاست‌های حزب محافظه‌کار متفاوت بود. یک بخش دیگری به کلاً نگاه آقای سوناک به اقتصاد و بودن در قدرته و بک‌گراند خود آقای سوناک با توجه به اینکه از یک خانواده بسیار پولداری میاد، خودش و همسرش، اتفاقاتی که در مورد اینکه همسرش خودش رو شهروند بریتانیا اعلام نکرد، یعنی گفتش که من در بریتانیا زندگی نمی کنم که مالیات نده، یعنی حاشیه های دور آقای سوناک زیاده. و وقتی هم نگاه میکنیم به رأی هایی که الان هست، آقای سوناک کار خیلی سختی داره، برای اینکه مجموع 92 تا 85 تا رو نگاه کنید از رأی های آقای سوناک بیشتره. چه تعداد از اینها به سمت او خواهد رفت مشخص نیست، اما به نظر اونقدر نخواهد بود که تضمین کنه که او برنده نهایی خواهد بود. خیلی از اینجا به بعد به اختلافات داخلی و تلاش‌ها و لابی‌گری‌هایی که در داخل حزب پیش خواهد اومد بستگی خواهد داشت، به ویژه اینکه لیز تراس خیلی سابقه حضور در دولت بیشتری از بقیه داره و بهش اعتماد بیشتری. اما یک چیز اینجا نهاییه و اون همینه که شاید برای یک جز چند تا استثنا در تاریخ بریتانیا مردان سفید بودن که به قدرت رسیدن. در این دوره نخست وزیر قاعدتاً یک مرد سفید نخواهد بود. ممنونم از شما نگین شیراقایی، روزنامه‌نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس از روم با ما.
اولین جلسه دادگاه شرکت توییتر از ایلان ماسک به دلیل امتناع از خرید این شرکت به صورت تلفنی امروز برگزار میشه. مالک شرکت تسلا و یکی از ثروتمندترین افراد جهان هفته پیش رسما اعلام کرد که از خرید توییتر به مبلغ 44 میلیارد دلار منصرف شده. توییتر میگه این قرارداد الزام آور بوده و ماسک باید هم برای لغو اون و هم ضربه‌ای که به سهامداران زده غرامت بده. اردوان روزبه همکارم از واشنگتن با ما همراه میشه. اردوان، ماجرای جنجالی شد، آقای ماسک دبه کرد، گفت نمیخرم با توجه به پیشنهادی که داده بود و حالا جنجالش ادامه پیدا کرد. خب اوضاع خرابه، به نظر میرسه که اتفاقات که پیش رو افتاده و قبل از این هم افتاده داره پیچیده تر هم میشه. امروز توی کورت، یعنی دادگاهش ایالت دلاور، پرونده 22 خط تیره 0613 داره توضیح میده که چجوری توییتر از میلیاردرترین، یعنی پولدارترین مرد جهان شکایت کرده. اونا توی جلسه که امروز شرکت کردن که در واقع اسلام بهش میگن جلسه هیرینگ، یعنی میشینن طرفین حرفای همدیگه رو گوش میکنن، توییتر تاکید کرده به یه مسئله خیلی مهم، گفته ما طرح مثلا اون اینه که ما باید اطلاعات و داده های داخلیمون رو از این که به صورت راحت در اختیار آقای ماسک قرار بگیره باید حفظ بکنیم و اون داره فقط اطلاعات میگیره. ماسک پیش از این گفته بود که من 52 مورد داشتم که باید میامدن توضیح میدادن و ندادن. بهانه ماسک اینه که میگه من به من باید ثابت بکنیم زیر 5% در واقع بات ها یا همون سیستم هایی که به صورت ربات کار میکنن داره عمل میکنه و این تاثیر میذاره رو خریدن. اما کلای توییتر امروز گفتن که این بهانه بی موردی، ما تو قرارداد ما اصلا همچین چیزی نداشتیم و به قول تو داری دبه در میاری آقای ماسک، بیا 44 میلیارد تو بده و برو. اما وکلای ماسک میگن که به نظر میرسه این معامله برای ما خیلی دیگه جذاب نیست به خاطر اینکه شما اطلاعات به ما نمیدید، ما هم حاضر نیستیم وارد بشیم. تو دادگاه امروز جلسه گفت و شنودی که امروز در انجام شده دو تا مسئله وجود داره. بعضی تحلیلگران میگن اگر دادگاه به نفع توییتر وارد بازی بشه و ماسک رو دار بکنه به این که بیاد و 44 میلیارد رو بده و بخره، قضیه خیلی زود حل میشه. اما اگه بهانه‌ها و دلایلی که ایلان ماسک میاره از نظر دادگاه قابل قبول باشه، این دادگاه بلندی خواهد بود که میتونه سوژه خبری برای ماها، برای همه مطبوعات و رسانه‌هایی باشه که اتفاق میفته. یه چیز هم نظر داشته باشید، تمام اتفاقات به ضرر توییتر داره تمام میشه. توییتر به محض اینکه مهمه آقای ماسک گفت دیگه من خریدارش نیستم، 6% سهامش افت کرد. البته توییتر که جاییه که 9% سهامش مال خود همین آقاست. به نظر میرسه که این داستان فعلا ادامه داشته باشه، سوژه خبری خیلی ها باشه. سردوانی رشته سر دراز داره، ما هم رشته رو تعریف خواهیم کرد. سردوانی روز به همکارم از واشنگتن با ما. اینجا به پایان تیتر اول امروز میرسیم. این برنامه مثل همیشه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و وبسایت ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همین جا.